صبحتان باز هم بخیر و امیدوارم لحظه لحظه صبحتان تا ایدم با خوبی و خوشی سپری شده باشه. دکتر صاحب زرغونه مهدی متخصص نسایی فولاد امروز با ما در برنامه هستند و باز هم در رابطه با یکی از موضوعات بسیار مهمه که موضوعات حیاتی و موضوعات بسیار مهم خانم ها و خانم های باردار تشکیل میده صحبت هایشان را خود داشتیم که امراض خون و یا هم میکروب خون در خانم ها چی است، چی دلیل باعث میشه که بر خانم های باردار میکروب خون به وجود میاد، چطور بفهمن، راه های تداویشو، تمام مسائلی که مربوط به این مرض میشه از دکتر صاحب امروز خواهد شنید. دکتر صاحب خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. احترامات تمنیت خدا حضور شما موجی موفق برنامه و همکار محترمتان و دیگه همکارهایی که در عقب پرده فعالیت دارن البته میرسانم از این طریق ای دوربین او فامیلایی که برنامه خدا تماشا میکنن هم احترامات تقدیم میکنم. صحت سلامتی همتان آرزو دارم. سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر. ما هم بسیار خوشحال هستیم که باز هم شما رو در برنامه با خود داریم و امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم را انتخاب کردیم که میکروب خون یا هم امراض خون برای خانم های باردار که یکی از موضوعات بسیار مهم است. اولا در مورد موضوع بر ما بگوین دکتر صاحب که میکروب خون در خانم های عامله چیست؟ بسیار خوب. البته شما در این اواخر، البته در چند سال آخر شاید این مسائل شنیده باشین که فلان خانم خونش میکروبی است. البته این واقع داره، بعض میکروب های یا پرازیت ها یا ویروس هایی که هستن از طریق در خون مادر اگه باشه از اون طریق در خانمی که باردار باشه از پلاسنتا عبور میکنه و جنین متضرر میسازه. و این البته نه تنها یک قسم است، تقریبا 8-9 قسم نو پرازیتی که تثبیت شده میتونه که مشکل بار بیاره. از اون جمله یک میکروبش به نام بروسلاس، یکی توکسوپلازماس که یه از جمله پرازیت هاست و از جمله ویروس ها میتونه روبلا باشه، سایتومگلی ویروس باشه، امی حتی هرپس یا تبخاله که میشه هم میتونه یک ویروس باشه که اگر در دوران خون باشه مادر و جنین صدمه بده. و بعض امراض جگر که روی پتیتا میگن و سفلیس هم در جمله شامل شده میتونه. بله، کدام نوش خطرناک بوده میتونه دکتر سی؟ البته تقریبا همه میکروب هایی که هستن میتونن خطرناک باشن، اما نظر به مقدار. بعضی کساست که مقدار خونش کمتر میکروب است یا مقدار میکروب در دوران خون کم است، شاید که مشکل او خانم کم باشه. اگر هی تداوی نشه و روز به روز، چون طبیعتا هر زنده جان در هر جایی که زندگی میکنه تولید مثل میکنن و هی میکروب ها اگر در دوران خون انقسام کنن و تولید مثل کنن مقدار زیاد شوه میتونه که زیادتر خطرناک شوه. بله، و چی دلیل باعث میشه که خون میکروبی میشه برای خانم عامله؟ البته در محیط ما به صورت عموم میکروگرانیزم یا میکروب وجود داره. بعضیش نظر به مقاومت امو شخص یا نظر به افزایش محیطی میتونه که ضعیف شوه یا از بین بره. اما زیادتره که میکروب ها رو انتقال میتن گربه های خانگیستن یا پشکا. بله. و مواشی به خصوص گاو و گوساله و گاویش امی میکروب را به نام توکسوپلازما که زیادتر از همش که خطرناکتر هم شده میتونه با تماس از اینا و یا با گرفتن شیر که درست جوش نخورده باشه و گرفتن گوشت خام همی حیوانات این میکروب در داخل وجود انسان میشه، در اونجا انقسام میکنه و اگر خانم حامله باشه از طریق پلاسنتا عبور میکنه و به طفل و طفل صدمه. بله، و این مشکل شاید بر خانم هایی که در اطراف زندگی میکنن و بیشتر مواشی نگهداری میکنن به اونا بیشتر بوده شده. بله. و در شهرها هم بر خانم هایی که در خانه خود پشک نگهداری میکنن. بله. در یه آخر
یک کمک مود پیدا شده، فرهنگ شده، در هر خانه یک پشک نگهداری میکنه که خوب است به خاطر صحت خود، چون اگر ما مواشی رو نگهداری میکنیم و یک حفظ صحی بسیار خاص و مخصوص و مصرف بسیار گزاف خودم میخواد که باید متوجه باشیم. دکتر صاحب، زمان که خونم ما میکروبی میشه از چی بفهمیم؟ چی علائم و چی اراز از خود نشان میده که این خانم خونش میکروبی است؟ بله بسیار خوب. البته یک بگویم یا خوبیست یا البته این موضوع درست نیست که بعض خانم‌ها که خونش میکروبی میشه ظاهراً هیچ معلوم نمیشه، ظاهراً ساعت منمول میشه، بسیار کمک پیشرفته شوه یک تب خفیف و یک درد عضلات استخوان پیدا میکنه که شاید اوقدر خانم ها جدی نگیره و این به اون شکل ای پیشرفت میکنه. وقتی خانم پرگنت میشه یا باردار میشه در اون وقت فهمیده میشه که وقتی که خانم حمل میگیره عملش مواجه به سقط میشه. وقتی مواجه به تعدید سقط شد یا سقط شد یا یک طفل را بی وقت به دنیا آورد، در اون وقت البته فامیلا مراجعه میکنن و علتش پرسان میکنن و در این صحب فهمیده میشه که بعد از تست خون دیده میشه که خون از اینا درش میکروب مخلوط است و امی از بین رفتن طفل از اینا سببش میکروب خون بوده. بله، از همه مهمتر پیشگیری است، وقایع است که حفظ صحی خود بسیار متوجه باشن و زمانی که متوجه میشن حمل دارن حتما یک بار چکاپ برن. و دکتر صاحب، یک چیز معلوم دارست، خون که میکروبی باشه کل وجود ما میچرخن، چقدر تاثیر منفی را بالای نوزاد میگونه؟ البته این ارتباط میگیره که آیا به سه ماه حوالی خون خانم میکروبی شه یا سه ماه دوم یا سه ماه آخر. اگر در سه ماه حوال باشه اکثرا طفل سقط میشه، در اون وقت با یک وجینل بلیدنگ مراجعه میکنه میبینه که طفل وقت مس شده و از بین رفت. بله. اگر در سه ماه دوم باشه اکثرا امکان داره که طفل به دنیا بیه، اما با چی از حالت میبینه که طفل از نگاه وزن بسیار کم میباشه، زردی بسیار پیشرفته میداشته باشه، در پوستش یک قسم بخارا دیده میشه و بعدن که میبینی که تنفس طفل به شکل درست نمی باشه، یک قسم نفس تنگی میداشته باشه یا به زجرت تنفس میکنه و بعدن که میبینی که هی طفلک ها سراخ قلب میداشته باشه و یا حرکت دست پاشون بسیار ضعیف میباشه یا امکان داره فلج باشن، چشمایشون دیده درست نمیداشته باشه یا بسیار خیره میبینه و بعضن طفلک ها کر هم می باشن، یعنی ناشنوا می باشن و ای که آهسته آهسته کلان میشن دیده میشه که اینا درست گفم زدن نمیتونن. تمام مشکلات تمامش از علمی میکروب خون می باشه و طفلایی که بعضن در سه ماه آخر می باشه، مثلا سه ماه آخر خانم امی میکروب گرفت، طفلشان پیدا میشه شاید ظاهراً بسیار خوب هم باشن اما ایسته ایسته میبینی که طفل نشون موش بسیار ضعیف است، یعنی دیگه طفلا که عکس العمل های بسیار خوب در مقابل در بعض تغییرات محیطی نشان میده او نمیتنشان، مثلا بسیار بیعلاقه وقتی که بعض طفلا را که امروش میخوایی گب بزنی و خنده کنی و بعض چیزا را مثلا یک چیز را شور بیتی آواز جرنگانه یک چیز را خوب عکس العمل نشان بله، میده حتی تعقیب میکنه اگه خنده کنی طرفش خنده میکنه بله و دست پای میزنه میبینی که این طفلا همی عکس العمل نشان نمیده و بعدا خب شاید این طفلا زندان بانن، حتی دوره کودکستان مکتب هم به اون سویه برسن، اما میبینی که اینو البته جذبشان از نظر درسی و بعضی چیزهای دیگه بسیار ضعیف میباشه یا یاد فراموش میباشن. این همیست که یک اختلاط است که ما اگر مادر در سی ماه آخر مصاب شویتون بله در کل در تمام اوقاتش خطرناک بوده میتونه و خوب است که متوجه باشن، بسیار زیاد متوجه باشن مادرها
بعدن امو طفل ملامت میکنن یا مادر ملامت میکنن، در صورتی که باید قبل از اینا وقایع میکردن، پیشگیری میکردن، درست متوجه میبودن. اگر خود خانم متوجه خود نیست، شوهرش، کسایی که در خانه امرش زندگی میکنن. دکتر صاحب، راه های تداویش چیست؟ یکی خب راه تداوی مشخصا امی مرض خون، و دیگه یکی زمان که طفل تولد میشه و دوره تکامل خود سپری میکنه با همین مشکل، آیا بعدن تداوی داره؟ البته اگر امی وجود طفل بس شکل متوسط یا خفیف میکروبی باشه، میشه که آهسته آهسته تداوی شوه، معاینه شوه. اگر امو مقدار میکروبی که باشه او را تداوی کنه، شاید آهسته آهسته خوب شه. اگر هی مثلا از نوزادی یا مادرزادی به اصطلاح فلج پیدا شوه یا دماغش تشکل درست نکرده باشه یا بعضی معیوبیت های دیگه داشته باشه، باز تداوی نمیشه. بله، کامچاک هم می تاثیر داره؟ امکان داره. کامچاک از جمله کارهای چیزایی بود که ما فراموش میشد، یا همین که گفتیم یگان طفلا سرش استخوان نمی داشته باشه یا به جای مغزش آب می باشه، هم از جمله همین تاثیرات همین میکروب می باشه. دیگه چیزی که وقایع شوه، مثلا هی میکروبا باید از دوران طفلی که سالم به دنیا میاد یا دختر خانمی که تازه به طرف بلوغ میرن، بعض واکسین هایی که ضرورت است باید بکنن. مثلا روبلا خودش یک واکسین داره، میزل و سرخکان خودش یک واکسین داره، و تیتونوس خودش واکسین داره. این واکسین ها را باید تطبیق کنن تا که مرض ویروسی که امکان داره در وجود دختر خانم پیدا شه یا در دوران جوانی یا نوجوانی، این چیزا وقایع شه. بله. اما بعضی پرازیت هایی که از محیط می فرمودی شما که گفتن گربه خانگی هستند یا فرض مثال مواشی نگاه میکنن، در هیسه هم امو آل خواب کلینیک های ایوانی هست، میشه اونا واکسین شوند، تداوی شوند. و یا وقتی که اونا را میخواین، خب اکثرا بخاطر اقتصاد نگهداری میکنن، امی لباس های خود زیاد تمیز نگاه کنن یا تبدیل کنن و دستای خود با صابون بشن، شاید هیچ مصاب هم نشن. بله، واقعا که راه های تداویش بسیار آسان است، از همه مهمتر وقایع است که ما باید داشته باشیم. و دکتر صاحب، یک موضوع را که میخوایم شما همینجا بر خانم ها یادآوری بکنین، خانم هایی که به خاطر امی از بین رفتن مرض خون یا هم میکروب خونشان نمیخواین در دوران بارداری از داروی استفاده کنن، میگن که تاثیر منفی میگذاره. اگر دکتر هم برشان دارو میتوره در خانه میارن و استفاده نمیکنن، چی گفتن این دارو؟ پرسش بسیار خوب است، به خاطر که وقتی خانم مراجعه میکنه بعد از این معایناتش تکمیل میشه که برش هدایت داده میشه که انتو مشکل دارین، خودش یا اعضای فامیل میگه من چون ظاهرا صحتمند معلوم میشه، من این مشکل ندارم و دوای ما بر 12 هفته یا 3 ماه است، من اینقدر دوا رو که بگیرم شاید تاثیر منفی کنه. در حالی که اگر دوا استفاده نکنن اون میکروب روز به روز زیادتر میشه، اون تاثیر منفی بالای طفل میکنه. از این سبب باید اینا این مسئله رو در نظر داشته باشن. یکی که شما بیشتر فرمودین خانمای شهرنشین، خانمای شهرنشین هم امی گوش را که میارن البته کوشش کنن که به شکل درست پاک شده شوه و بسیار بخار داده شوه، و بعد از او امو ظرف را که در او گوشت خام ششتن او را دوباره باز زدفونی کنن یا از این مواد شوینده زیاد استفاده کنن، دفته او بانن و دستای خود پاک باید بشه. بله. و در صورت امکان یگان پیشبند استفاده کنن یا لباس را که تزم گوشت خام ششتن باید تبدیل کنن تا که او دقت طفلا در خانه انتقال نکنه. بله. و یا شیر را که میگیرن باید جوش بدن. این نه که یک بار شیر را که جوش میتن کف میکنن، فکر میکنن کافیست، اما را 3 بار جوش بتن یا حداقل برای 20 دقیقه هم تو دوامدار جوش بتن. بله. تا که این میکروب از بین بره. بله، متوجهش باشن یک چند لحظه و
به خاطر صحت ما باید هر کار انجام بدیم، از همه مهمتر خود ما هستیم، چون صحت ثروت است. بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردن، واقعا موضوع بسیار خوب بود که شما با ما شریک ساختن و امیدوارم که خانم ها هم دیده باشن. روز خوب و خوش را داشته باشن. تشکر به شما. سلامت باشین. ما هم میریم به طرف وقفه. ادامه برنامه را با همکارم جمشید احمدی و بخش های برنامه که باقی مانده دنبال کنید.